بینندگان عزیز و ارجمند اونهایی که ما رو تماشا دارند همین حالا سوپر جام مملکت در سال 2023 جام باز شد دسته روشن برنده سوپر جام مملکت بار اول در تاریخ موجودیت خود گردید و دسته در این بازی تیم استقلال رو شکست داد جایزه داری جومی تاجیکستان در سال گذشته و همچنین چمپیونی موسم گذشته لیگ اولی فوتبال کشور واقعا هم با تمام طرفداران دسته روشن این پیروزی مبارک باشد و ببینید که در یک هفته تیم روشن دو مرتبه و با حساب یک خله یک بر صفر بر استقلال ظفر یافت و ما البته اطراف حساسیت این رقابت گفته میگذاریم و واقعا هم یک بازی بسیار خوب و خاطرمون رو دیدیم البته گل زیبای امیرجان سفروف با سوپر جوم یک شکوه شامات خیلی هم زیاد کسب کرد و میبینیم که مخلصان روشن در میدان خیلی و خیلی زیاد بودند بدرک اونها با میدان آمدند بله بار دیگر گفتنیم که به هر دو دسته تشکر به نهایت زیاد برای چی که هر دو دسته در حقیقت دسته های تمام هستیشون را دادند بله. چون که ما تماشا کردیم بنده با شما گفت زدم که بگذار هر یک بازی چمپیونات ما همی خیلی بگذارد بگذار که یعنی میخواد ببینید که بچه‌ها تمام هستیشون را دادند ما صورت هم داریم در بازی مرحمت سکورس میگیم ما تاکتیک درست هم داریم در بازی ما بازینگرای خوب هم داریم بله. در حقیقت احسان به هر دو ترینر هم که بچه را آماده ساختن و بارگر بچه های کمانده تایر مومینوف که با نجمیدین طالبوف بسیار یک تکتیک درست گرفتن بله. با زیدی چونین کمانده استقلال یعنی از دفاع بله. بعد گولی بسیار خوبی سفروف گولی اولی جناب زد بله. و تانیستن که تا دقیقه اخیر حساب در نگاه دارن. نگاه دارن دروازه‌بان خوب بسیار یک دروازه‌بان عجیب روز نشان داد که من یکی از بهترین هم هستم دفاع بسیار خوب بازی کرد همون دفاع گفتن در کار که احسن به بچه‌ها همه به همه بچه‌ها که اینقدر خوب از دید استقلال بازی استقلال هم بازی خوب نشان داد بله. ما دیدیم که چقدر یک میتونستن گل زنن بسیار یک امکانات‌های خوب امکانات خوب جلیلوف داشت بله. بسیار گیم بازیگری رقم 4 دفاع استقلال بسیار یک پرتافت خوب از طرف بازینگران بودن که بله. در دروازه خالی زدن نتونست این همین گفت یادم ها که بردباری امروز در طرف روشن بود و باوری دارن که باز چمپیونات ما با خوبتر و بهتر بله. برای چمپیونی با فیرنگ این کماندا با همدیگر بله. وام میخرن و بازی میکنن بله خوب ببینید که ایگور چرفچنکا بعد از بازی اول با روشن و حتی دیروز در نشست مطبوعاتی گفت که میدان دسته روشن تاثیرش رو رسونید و ما هم سوال کردیم که میدان سونید تا کدام اندازه تاثیر میرسند گفت از میدان دسته روشن دیده خوبتر و بهتر یعنی اینجا استقلال باید بازی خوب نشان میداد اما چرا میدان هم کمک کردن نتوانست با دسته استقلال ببینید اگر ما در مورد آمد کار از جانب دسته روشن بگیریم علاقه بعد از دهه دوم رقابت گل زده شد و دیگر اندکی برتری به سمت استقلال هم رفت اونها میخواستند حساب را به زودی برابر کنند ولیکن ببینید آن استاکارانه و آن دفاعگری و آن با یک سنگری با اعتماد تبدیل یافتن خطی دفاع و آن میان میدانی روشن اون را اجازه داد که یعنی که در برابر دسته قهرمان به طور برابر بازی کرده میتوند و حتی در بعضی حالات ها توانستند آنها از استقلال گذرند در داخل میدان و ببینید امکنون طبیعی است که در میدان علفی روشن در زمین خود مغلوب کرد استقلال را در میدان سنی هم مغلوب کرد دیگر نمیدانیم چگونه میدان را برای بازی میان این دسته ها ترتیب دیم که باز هم شکایت ها سر میدان ها شود ولی که روشن با وجود مخلصانش که البته فاکتوری بسیار هم عاملی بسیار هم مهم را جاری می سازند برای پیروزی دسته و به هم همیشه دسته را به پیش یعنی که راهنمایی میکنند بله. این چیزا میتواند تاثیر خود را رساند و بس از آن که بازی بیرون از شهر کلوب دایر شد و تا نه در شهر دوشنبه دورتر از آن بله. این چیزا البته عامل اساسی خود را جاری کرد و چگونه یک متخصص اشاره کرد تاکتیک درست انتخاب نموده سرمربی هم البته جا داد بله خب واقعا هم گل انگلیسی رو دیدیم در همین رقابت بله. گل شدوری میگویند از جانب امیرجان سفروف که با پیرانهای دسته روشن توانست این موسم اولین بار با زدن گل دست یابد دروازه مون رستم یتیموف نتوانست موفق شود هرچند ما از اون انتظاری خیلی زیاد داشتیم در این رقابت دروازه‌بان همین پوزیسیون میگیم موقع درست گرفته بود میگیم ضربه بود که مکتبی اولی بله. این بچه‌ها بوری میگه هم مکتبی بله. همون
مکتبی نورسانی که همین بچه ها مشق کرد از ترینیروی محترمی که این بچه ها در گودکیش تیار کردن بینید که یک ضربه خوب و یک گل اولی جناب ما همی خیلی فوتبال بازو داریم خدا رو شکر که در سرزمین ما خیلی فوتبالیست ها بسارن فقط اونا را شانس دادن در کار که بازی کنن خب بیننده عزیز بیایید پراتر با مراسم جایزه سپوری سوپر جام تاجیکستان توجه میکنیم اینجا علاقه همه چیز آماده است برای سپوریدن جایزه با فوتبال بازان و همچنین داورانی که در این رقابت فعالیت بردند و واقعا هم کاری داوران رو در سوپر جام مملکت میتوانیم علاهیده اشاره کنیم که واقعا هم آنها بسیار خوب بازی کردند و ببینید تنتنه فوتبالی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار جریان دارد مخلص سونی سرشمور از شهری کلوب و از شهری دوشنبه به تماشای این بازی اومدن خب سیدون زینالدینوف با همراهی داورانی که در این رقابت اشتراک کردند حالا با جایزه های مخصوص سرفراز گردانده میشوند با او اکمل بوریف و خسرو صدیق‌زاد که هر دو هم از سنتر فیفا هستند کمک کردند و همچنین داوران دیگر رستم‌بیگ خوجایف از قبودیون رستم نورماتوف دوشنبه خورشید دادابویف از شهر خوجند با او کمک کردند و کاری داوران واقعا هم در این بازی خیلی و خیلی اعلی بود و یکی از بازی های بهترین بود اشتراکی که داوران در موسم امسالی چمپیونات و اون هم در سوپر جام مملکت برگزار شد ما مخصوصا احسان میگویم با هایتی داوران که چند لحظه بحثناک هم بود ولی در اصل اونجا دیدیم که لحظه های بحثناک هم با قانونیت های فوتبال با کریتری های اساسی فوتبال و فایده این یا یکان دستم حل و فصل نشد یعنی سطح داوری بسیار بلند هم بود خب اینک بیننده عزیز بردیگر توجه میکنیم به ورزشگاه مرکزی که اونجا حالا توفه ها تقدیم کرده میشود و جایزه با دروازه‌بانی دسته روشن یوگنی گریتسنکا داده می شود که واقعا هم در این رقابت اعلی بازی کرد. قهرمان بود، قهرمان. سوی دروازه‌بانی دسته روشن خیلی و خیلی خوب بودند و حالا او با جایزه اساسی سوپر جام یعنی این بهترین بازیگری سوپر جام. الان خیلی گنرو مود در کورم. بله واقعا هم و میترسم که دسته های پرقوتر او رو میگیرن از تیم روشن برای پرقوت کردن حیات. یکی بیورون هم خیلی گنرو بیورون که یک سر از بچهای مو زیاتر باشد. و حالا با حیات بازیگران دسته استقلال مدال های نقره سوپر جام مملکت تقدیم کرده میشود و باید گفت که دسته استقلال در این رقابت کوشش خیلی زیاد کردند حمله ها از جانب اونها خیلی و خیلی زیاد بود در بسیاری حالات حمله کردن دسته منوچهر جلیلوف از فرصت های خوبی گلزنی استفاده برده نتوانست و بعدا چند امکانیت دیگر برای بازیگران علاهیده دسته استقلال بود و حالا با اونها مدال ها تقدیم کرده می شود با بازیگران دسته استقلال هم آفرین برای بسیار بازی خوب کامبینیسی خوب بود خیلی گل ها زده نتونستن گفتیدم کار میکنن چمپیونات پرشدت میشه بازیگران راه افتاده نشان از پیش با بازی ها است بازی های قهرمانی آسیا ما به هر دو دسته هم بردباری ها میخواییم بله و هرچند استقلال بیننده عزیز یکی از سر جایزه ترین دسته ها در سوپر جام کشور است سرکرده از سال 2010 هم اونها همیشه سوپر جام مملکت رو به دست می آوردن و تنها در دوام 13 سال دو دفعه یک مرتبه دسته حسیلوت توانسته بود غلبه به دست آورد و یک مرتبه دسته ریگر تا دست دیگر در همه سوپر جام ها دسته استقلال ظفر یافت و این دفعه بخت برای اونها نخندید و شاگردان طاهر مومینوف توانستند پیروزی به دست آورند به هر صورت بازی های مهم در پیش هستند چمپیونات تاجیکستان لیگ قهرمان ها که استقلال امسال شرف فوتبال ما رو در این مسابقه دفاع میکند و ما البته با ایگر چرفچنکا و یوردانچونی و برور میخواهیم فکر میکنم کاری خوب رو اونها همین حالا برده ایستادن در سمت پرقوت کردن بازی و بازیگران خوب هم لازم است تا اون که دسته در لیگ قهرمان ها بازی کنند خب این حال مهمون هایی که در این مراسم اشتراک دارند از جمله از مقامات حکومت اجرایی شهر حصار رئیس شهر حصار خب نایبون پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور رهبری لیگ فوتبال کشور در این مراسم اشتراک دارند و فکر میکنم
بسابرونا فلوبوزونی دسته رفشان انتظاری گرفتن مدال های تیلو و همچنین سوپر جامی مملکت هستن و واقعا هم توهیر مومینوف یک تاریخ سازی بسیار خوب کرد در باشگاه فوتبالی رفشان مربی که امسال با سمت سرمربی پذیرفته شد و کلان حیات نسبت به سال گذشته تغییر یافت ولی رفشان توانست نو بسته از اون که نسبت به سال گذشته حیات کاملا دیگر شد در سوپر جام مملکت پیروزی به دست آورد. پیش از همه گفتنی است که رهبریت دسته اسپانسر و دایرکتور کلوب مثلا ما دائم ور دائم جا شیشته بودیم بسیار بسیار چورا با هم مصاحبه میکردیم و وقتی ما گاو زدیم که بچه را سر مثلا سرجمی بچه کاری بزرگ کردن یعنی رهبریت دسته روشن کلوب که بچه ها سرجم شدن با این بازی تیاری خوب دیدن و مرحمت بینید که چقدر یک بازی خوب بود و مرد از در کلوب بازی بود فیلم که یک ایده است این کلونی فوتبال است نو وابسته از آن که در حقیقت ما با چهرهای نو میبینیم ترینرهای محترم ملی مودا که مرحمت کمند روشند هم هست بچه هایی که اهمیت بود داد بسیار خوب بازی کردن بله خب این حال میبینیم که امیر جان سفاروف را استقبال میگنند نفری که بسیار یک گل زیبو را در بازی برای دریافت سوپر جام مملکت با هدف رسانید محمد شریف سعید خواجه فتح‌الله علی‌زاده که در بازی امروز اشتراک نداشت و چند بازیکن دیگری روشن اشتراک نداشتند مهربان کریموف از جمله و فکر میکنم تمام بازیکنان روشن خیلی خوب و مخصوصا در خط حمایه بازی کردن از جمله کاپیتان دسته خالمراد نظروف لیگانر ساموئل لوفوری که خط دفاع مرکز رو خیلی خوب نگاه داشتن توانستند خب اصلا حیات روشن خیلی کامل است بازیکنان ذخیروی خوب هم دارد سر کرده از دروازه‌بان تو بازیکنان خط دفاع تو بازیکنان نیمه فضا و تو بازیکنان خط حمله حالا چه که میبینیم بچه‌ها پوچاکوشون خمشور است یعنی بسیار زحمت کشیدن بسیار زحمت داد تمام تاکتیکی با فکرم ترینرهای محترم تویل مومینوف نجدین طالب و فرهوبرت دسته در پیش بچه ها وزیفه گذاشتن وزیفه را اجرا کردن یک ضربه سخت ضربه بسیار عالی جناب گل همین که ضربه به استقلال نرسید بله گرچند که بازیکنان خوب هم داریم همین که ضربه نرسید و اگر ضربه هم بود دروازه‌بان چی برگردون یا گرفت بله خب طاهر مومینوف و همچنین نجم‌الدین طالبوف و باز مربیان دیگری دسته روشن عین حال با مدال های طلای سوپر جام مملکت سرفراز گردانده میشوند واقعا هم احسان گفت با ستاد مربیان دسته روشن و به خودی بازیکنان هم در علاقدگی که خیلی خوب و سازوارانه در هر موقع میدان بازی کردند خب بیننده عزیز مراسم جایزه سپاری هم بعد از چند لحظه به انجام میرسد و ما اطراف این رقابت در علاقه صحبت خواهیم کرد که چی کم بودی ها بود در مورد این رقابت و چی مشکلی ها بود که دسته ها داشتن در چنین بازی از لحاظ تاکتیکی از لحاظ روانی و از لحاظ جسمانی خب حالا سوپر بله غیرت علی میرحمیدوف دایرکتور کلوب فوتبال روشن کلوب و حالا سوپر جام مملکت با کاپیتانی دسته روشن تقدیم کرده میشود
بار دیگر بیننده عزیز مخلصان سرشماری دسته روشنی کلوب رو با این پیروزی در سوپر جمعه مملکت تبریک می نماییم و صحبت رو اطراف این بازی ادامه خواهیم داد با کارشناس همیشگی برنامه ظهیر بابایف و همکارمون ایمونبک شده بگذارد و در علاهیدگی ما کارشناس سابق برنامه طاهر مومینوف که در گذشته که از فوتبالبازان خوبی کشورمون مربی خوبی فوتبال کشورمون هستند تبریک میکنیم با این جایزه و فکر میکنم ظهیر بابایف توانستند در فعالیت مربیگی خود باز یک تحولات دیگر را هم زم کنند. قبلا ایشان زمانی که سرمربی دسته خیر و بدوش داشتند اون زمان دسته از تیم استقلال مغلوب شده بود برای به دست آوردن سوپر جام تاجیکستان زمانی که بازی در ورزشگاه مرکزی برگزار میشد. خب عین حال اشاره میکنند کارمندان ما از ورزشگاه که بعد از چند لحظه میتوانند با فوتبالبازان مصاحبه انجام بدهند. ما هم امکان داریم بیننده عزیز که احساسات فوتبالبازان را برای شما هم پیشنهاد کنیم و فکر میکنم روشن ارزنده پیروزی به دست آورد و توانست یک نتیجه خوب را صاحب شود. بله тактикаи дурусти мондаи сармураббӣ ами як системаи футбол даҳаст катеначио меган як итальянци бузургвор як тренери бузургвор ба зидди командаҳои пурқувват ами системаи катеначио мондагиан яъне ки ду девор тоир муминов бо тренерҳои муҳтарам тайёрӣ бениҳоят хуб диданд баъд аз бозие ки бо равшан доштанд ҳар ду дастаҳо имконият доштанд ки یعنی با این بازی تیاری بینند و هر دو دسته هم تیاری خوب دیدند و گفتنی هستم که در حقیقت بعدی که حساب یک صفر بود همگان خیال میکنند که انوازی گول میشند لیکن که همین تاکتیک درست گرفته طاهر مومینوف و کمانده روشن احسان با فوتبال بازان سر کرده از دروازه‌بان و تمام دفاع برایش که بینید وقتی که استقلال با یک قوه بلند بسیاری 8-9 نفر هجوم میکردن و هجوم خوب هم میکردن توپ هم داشتن کامبیناسیو خوب هم میکردن این هم گفتنی هستن که در این دسته بسیار بچکوی هستن که بیرق برداری ملت ما هستن یعنی که در تیم ملی هستن اونو اونو هم کوشش خوب خرج کردن که اینجا دروازه‌بان و بازیگران که چی در دفاع بودن بسیار خوب حمایت کردن و نه اینکه در حمایت فقط شستن اونو کانتر هجوم میکردن و میتونستان که باز گفتن در کاری که با کنترل هجوم وقت کشال میدادن توپ می داشتن لیکن هر دو دسته اونو وابستهن تا مخلصا خرسان کردم. ما همچون متخصص میگم که هر کسی که در این ورزشگاه بودن باور کنید یا الهام گرفتن فوتبال ما آینده دارد. فوتبال ما بینید که در این چمپیونات از جای سیوم تا جای آخرون هم دو خال وابستگی داره یعنی که بله. همه حوزه ای پیشه بله. و چمپیونات هر دو دسته بله معذرت میپرسم این حال همکاری ما پرویز محمد امین اومده است نوبت رو با پرویز میدیم و بعدا با استودیو برمیگردیم تاونیس که در سوپر جام استقلال رو مغلوب کرد و همین حالا ما امکان داریم با چند از فوتبالبازان دسته روشن هم صحبت شویم که اونها چند از پیشتر از این تاونیسا بودند موفقیت رو به دست آوردند و حالا ما امکان داریم البته با سرمربی دسته روشن پیش از همه تویر جان مومینوف هم صحبت شویم تویر غلبه مبارک باشد بازی امروز هم مقابل دسته استقلال چگونه بود برای شاگردان شما По поводу игры «Стекло» я не могу ничего сказать. Опять же, это очень сильная команда нашего чемпионата. Это, да, потому что то, что мы играли дисциплина. Дисциплина и первый тайм, то, что я говорил вчера, была задумка. Наверное, я думаю, что «Стекло» не ожидал, что я буду играть с двумя нападающими. Один из нападающих забил гол, мы выдержали и выстояли. گلی صدای امیرجان سفرف چگونه شهر میدید زیرا از مسافه دور بسیار هم خوب با گوشه بلوی دروازه رستم یتیموف گل زدن کاری چندان آسان نیست فوتبال независимо от того ты забиваешь с 5 метров или с дальней дистанции это футбол поэтому я думаю что гол был очень хороший ну я как обещал болельщикам не только вчера на пресс-конференции что дело до пенальти мы не довели наверное я проиграл бы особенно в основное время мы все решили تشکر زیاد محمد спасибо خوب با بینندگان گرامی ما حالا صحبت رو با چهره های دیگر در میدان دوام میدیم و بهترین فوتبال باز این رقابت چطور ما و شما میدونیم در دروازه‌بان دسته روشن یوگنی گریتسنکو اعتراف شد و حالا ما امکان داریم که ما از با دروازه‌بان هم صحبت شویم یوگنی ازوینیتی زدستویتی یوگنی خوب
Здравствуйте. Евгений, поздравляем с тем, что спасибо. Вас номинировали на лучшего игрока этого матча. Спасибо. Как прошел матч против команды «Истикло»? Еще раз не услышал. Как вы оцениваете матч против команды «Истикло» и какие ощущения сейчас? Очень тяжело. Мы счастливы, что мы два раза за неделю обыграли лучшую команду Таджикистана. С самыми лучшими тренерами, подготовками. Мы, возможно, не настолько хорошо подготовлены вне поля, но на поле мы подготовлены, как видите, лучше. Поэтому мы можем добиваться больших побед, если захотим. Каких из своих сейвов можете особенно видели среди тех, которые были в этом матче? Это не важно. Все сейвы важны. Если ворота сухие, значит, команда и я тоже сыграли отлично. Большое спасибо. Удачи вам в следующем матче. Спасибо большое. خب بیننده عزیز همکاری ما بود پرویز محمدامین که با طاهر مومینوف و همچنین دروازه‌بان دسته روشن یوگنی گریتسنکا صحبت انجام داد بسیار یک صحبت پر احساس و پر هیجان و طاهر مومینوف هم اشاره کردند که ما دیروز در نشست مطبوعاتی گفتیم که کار را تو با ضربه های پنالتی نمیبریم واقعا هم همین طور گفتند و با گپ خود ایستادند والو بوریدگر با ورزشگاه رومی آوری روشن در رفتی رقابت امروز قرار دارد خوب غلبه مبارک شود چگونه هم دسته های شما و خود شما احساسات دارد در همین لحظه بعد از پیروزی مقابل دسته استقلال Спасибо огромное за поздравления, спасибо всем болельщикам. Ну, конечно, на такие игры побежать, это очень приятно. Нам не хватало вот эти мотивации как раз-таки, но это добавилось. Я хочу сказать спасибо, во-первых, болельщикам. Во-вторых, уже мы сами бегали, у нас ноги не слушали, но мы бегали. Из-за болельщиков, спасибо им огромное. Да, кисми дуем бисер мушкил буд, барой футбол бусын да сэр Равшан. Зеро, шумо як барсик пейсав дуд, и стихол пура бау джунг заш, ва Равшан мазбур шут ки бахати дифонишина. Да, вы как видели, во втором тайме мы немножко присели, ну, очень рано, конечно, присели, потому что тяжело, и стекло катает, и когда команда садится, из-за этого начинаются моменты, у них очень много моментов было, но ребята молодцы, выдержали, спасибо им огромное. Спасибо огромное. خب بیننده عزیز باز به استودیو برمیگردیم تا اون که همکار ما پرویز محمدامین باز یک مصاحبه دیگر پیدا کند بعدن ما البته باز وقت رو به پرویز محمدامین میدیم واقعا هم سخنهای محمد شریف سعید خوجا وابسته به البته هواسمندی بازیگران بود خاتمه میوبد و در 14مین موسم برگزاری مسابقه مذکور دسته روشن کلوب یکی از سرمخلصترین دسته ها در فوتبال کشور توانست موفقیت خود را به دست آورد و این دومین جایزه آنها در دوره سوپر جمهوری تاجیکستان است استقلال بعد از دو باخته که پای در هم از روشن دارد فکر دارم اکنون بهره بهتر کردن نتیجه ها و مبارزه بردن بهره به دست آوردن جایزه های دیگر در داخل مبارزه میبرد اما پیش از همه فکر دارم برای آنها لازم است که هیئت را در همین جهت پرقوت نمایند بسیار سپاس میکنیم که طول این مدت با ما بودید و این گزارش را ما مخصوص برای برنامه تحلیلی 90 دقیقه پیشنهاد شما میکنیم تشکر پرویز جان سلامت باشید و بیننده عزیز همکاری ما پرویز محمدامین بود که از جریان مراسم جایزه سپوری اندیشه مربیان و فوتبال بوسون با ما اندکی صحبت هم شد ولی ما صحبت مربیان و فوتبال بوسون استقلال را ندیدیم البته آنها فکر میکنم خیلی خسته هم هستند و از اون که با باخت روبرو شدند در فینال خب وابسته به سخنهای محمد شریف سعید خوجا که گفت ما برای مخلصان امروز تلاش کردیم یک سخن بسیار خوب گفت زدن بازیگری جوانی ما بازیگر خوبی دسته روشن که ما دویدیم بله همه وقت باید شما دوید بله همه وقت باید همون ابیام کاری که میگن در میدان فوتبال بازی بهترین دنیا اروپا آسیا بله. در یک دو تایم بازی 16 کیلومتر میدوند بله 16 هزار متر میشه بله امروز ما دیدیم که بچهای ما میتونستن دویده مثلا که ما حساب کنیم از روی حسابی من همچون متخصص هر دو دسته ممکن که 8 9 کیلومتر دوید بله. یعنی 50% 50% مسندگی نیست بله اگر ما کوشش کنیم ترنرهای محترم که همین ما با تحت نظارت کنترل میگن روسا بله. تحت کنترل گیریم که باید که در میدان که تتر اومدی دوی نه اینکه در یک سوپر کوبک بله در تمام چمپیون او وقت ما مخلصای بسیارتر جلب میکنیم بله. او وقت ما با جام آسیا و با تیمای ملی مون میتونیم ما غلبای بسیار بزرگ رو نویل شیم بله تشکر زیاد و واقعا هم این بازی نشون داد که
дилхо даста ва дилхо мураби метавонанд боз бештар кор кунанд ва натиҷаи хуб ҳам ба даст оваранд ва Муҳаммад Шарии Саидхоҷам як сухани бисёр хубро ишора кард ки имрӯз мо ба ҳеҷ чиз нигоҳ накардем мо барои мухлисон барои ба даст овардани суперҷом талош кардем ки ин кифоя ва басанда ҳам буд хуб умуман барои истиқлол чӣ намерасад мо чанд бозие мебинем ки бисёр хати дифо заиф бозӣ мекунанд хати ҳамла ҳам хеле заиф ҳунар намоӣ мекунанд ببینید در مسیر بازی چمپیونات هم اگر بگیریم کوکتوشه که پیش از آلدین توردیف با قول در کریزیس بود به مربی بود به مربی بود با استقلال خیلی خوب هنرنمایی کرد و تا امکانیتی برابر کردن حساب داشته بود با فیزکند باشد اونجا ارتیشم با فیزکند اگر قرارهای بس برانگیز داور نمیشد فیزکند ممکن از استقلال خال میستوند اگر همه بازی های استقلال را تحلیل کنیم سرآغاز موسم مشکل وجود دارد مشکلی کادری وجود دارد آن بازی که در موسم پیشین میگذراند با آن مانند نیست و خودی روشن باشد از جانب دیگر از همین از نقطه ضعف خوب استفاده برد انگیزه ایلاوگی که دسته روشن دارد مخلصان سیر شمار ارتش بزرگ سیر مخلصترین دسته کشور همچنین آن دسته رو که رابریت پیوسته انگیزه ایلاوگی میبخشد این چیز تکان میدهد آنها را به سمت نتیجه بزرگ و آن پیروزی که آنها در میدان خود نزد هزاران مخلص خون به آن دست یافتند به قول به زبان روسی گفته کوراژ رو به قول یعنی که به دست گرفتند و توانستند ماز با همون تاکتیک با همون نظامی مربی باز کار داد باز هم پیاپی استقلال را در میدان صفتش دیگری مغلوب نمودند خب در مورد هنرنمایی دروازه‌بانی دسته راشان باید در الهیدگی صحبت کنیم یوگنی گریتسنکو واقعا هم خیلی و خیلی عالی بازی کرد سیوی او در قسمت دیوم قریب تمامی گویم که ارزو و امید بازیگران دسته استقلال رو بر بود ما در همین استودیو نشسته بسیار گپ زدیم درباره لیگیونر و انا لیگیونر اخه لیگیونر وقتی ما میبینیم در بچه‌های ما یعنی یک فوتبال بازون نوراس ما وقتی میبینن عبرت میآموزن این روز همین دروازه‌بان اوکراینی بار دیگر نشان داد که همون انسانهایی که همین در روزبان دعوت کردن ما تشکر زیاد بیان میکنیم آفرین که چنین بازینگران شما میبیارید وقتی لیگیونر گفته ما میگیم باید ما از کوچه نگیریم لیگیونر بله. ما باید بیاریم که بچه های ما نمونه عبرت آموزن اینو بله. برای امروز ما دیدیم در دسته کمانده روشن کلوب که در روزبان نه که در روزبان دفاع را بینید بله. چه درست دفاع همدیگر را حمایه میکردن بله. سترخوفکا میگن چه فشار می آوردن به بله. تو بسیار میخوام که در بازی چمپیونات هم همین خیلی بچه‌ها کو مهنت کنن بله. بازی کنن مخلصای زیاد دارد روشن کلوب بله. در میدان و فکر من از 10000 زیاد آدم بود بله. اینقدر استقلال هم باشد میسوری گیم که چنانکه که برادر گاو زدن در کمبودیا کار میکنن بله. از پیش چمپیونات است از پیش بازی های جامی بله. قهرمانی است که ما بربری میخوایم استقلال ده بله. و شما هم متخصص به نظر شما استفاده نبردن لحظه های گلزنی برای دسته استقلال تا کدام اندازه تاثیر میرسونه در ادامه ما میبینیم که این بازی اول نیست که فرصت های بهترین گلزنی استفاده نمیشوند من همچون متخصصم که گفتنیم که وقتی که فوتبال باز یک چند لحظه گلزنی دارد و گل زدن نمیتوند و این فوتبال باز سین سرش دکه خوردگی به سالی و یک کمکک با بازینگرهای دیگر جوان بله. باوری باید کرد باید باوری کرد که یعنی که اینا 22 نفر هن آخی بله. وقتی که من همچون متخصص میبینم که همین بازینگر میسنیم که ابیام کورش حجم کورش در میدان همیقه 25 دقیقه تا 30 دقیقه می رسد نو وابسته وای عنوانای چی دارد وای باید شینا در کنار تماشا کند یا که گفت یادم که بهتر و بهتر باید مهنت کند بله با بازینگران جوان بیشتر امکانات بله. دادن در کار ببینید که بازینگران جوان ما اگر سالهای پیش ما 8-0 و 7-1 و 7-0 به نظر جوانهای ما ایروز جوانهای ما چمپیونات جوان میبرویم بله درست است او یک خوبی دارد برای ما گفتیم که ما همه باید یک گریبون سر برویم فوتبال باید پیش بریم یعنی که حرف باید زد برای فوتبال چی باید امکانیت داده شد وقتی که بازینگر جوان در حقیقت باید دعوت میکنند دولتهای خارجه بله خارجه دعوت میکنن لیکن که ما در کماندای اساسی نه که یک استقلال لیگ اولی خود ما نمیبینیم اونا رو بله. برای جوانا ما باید کمکک باوری کنیم با میدان این روز ما دیدیم که طاهر مومینوف و ترینرهای محترم روشن کلوب باوری کردن با جوانا بله. همین بچه که گل زدگی امیر جان سفاروف میسازیم بینید
چخه گل عجیب اینم در جوانای ما بازی میکرد هم در دسته نورسون هم در دسته جوانان و حتی در هیئت جوانان استقلال برای بای پیش از هم رحمت فدراسیون فوتبال مملکت که این بچه ها را تربیه کردن در تیمای نورسون در جوانای ما تیم ملی ما همه یک کار میکنیم برای پیشرفت فوتبال یک رو هفته نیا شما میگید که کماند استقلال نمیبروید برامدن در کره گاز یگون چیزی نشده اگر برعکس هر دو کماند یک کماند برد کرد نبرد خرسک بازد همدیگر برامدن بسیار خوب میشه که میفهمیدیم که ترینیروی محترم چی میگن مخصوصا برای... سرمربی استقلال سرمربی باید گاو زند بچه که خود ما بسیار گیم فکراشون رو گاو زند بچه هاشون باید فکراشون رو گاو زند رو افتاده نشوند بله در مورد امکانات گلزنی شما قید کردید ببینید امکانات بیشتری اولی گلزنی امکان داده نشد برای خود بازیگران استقلال ببینید اون امکانات که بودند بازیگران میان میدانی و خط دفاع هماهنگ سازی خوب داشتن بله. انتظام خوب به چشم رسید و در حالت انفرادی دروازه‌بان از خود سر و صدا بلند کرد اصلا اگر بگیریم امکانات از 3-4 متر ضربه زدن به دروازه این خیلی امکانات به استقلال عموما داده نشد بله. و این از آن میگه که پیروزی ارزنده استقلال بله. بازی با نظام و اون پیروزی که در بازی نخست به کار آورده شد بله. این همه خوب کار داد از جانب دسته پیروز شونده و چیز مهم دیگران است که از جانب داورم یک کار بسیار در سطح عالی یعنی که انجام داده شد و مخصوصا وقتی که در جریمگوی دسته روشن تو به دست بوزینگر رسید و در جریمگوی دسته استقلال هر دو هم در زودترین فرصت بهای مناسب داده شد از جانب داور یعنی به این چیزها توجه نکرد خوب اصلا اون چیزهایی که خود داوران میدونند فکر میکنم این در بیشتری حالت قرارهای درست هم است یک فکر گفتنی هستم که همچنین بازیگر مربی که شکر خدا به درجهش رسیدیم همین وقتی که مربی ها سر میکنند فقط داور و بازینگران هم نیست خواهی خوشون را نمیتونه فقط به داور نگم این خطایی است ما همین روشن دم گفت زدیم این روز استقلال دمیم که بچه های استقلال میدان از دلیر است ماله. باید شما بازی کنید داور ماله. فدراسیون فوتبال عدلی پرویدین سروانی میگه داور به درجه عالی داوری کرد ماله. آفرین یگان من اثره همچنین متخصص من داور نیستم متخصص فوتبال هستم گفتنیم که داور هر دو دستان باید به داور به فکر میان که رحمت تشکر گویان که یک عجایب بود داوری کرد به نظر شما حالات بحثناک نبود بود حالات بحثناک که کمیسران و اینسپکتوران میتونن باهاشون اتین ما بله. فقط دیدیم که از طرف مخلصان چیز در درون میدان نبود که میسوریم بعد داور بسیار قوی و یگون چی یک چند مراتبه بود که گویا که توپی 11 متر بعد دست بود ما اینا خیلی بله. اکی نبا با هم متخصصا بود خودشون چی بینانو درکنانو باهاتیان بله. اینا کمیته سودی هستن اینو میبینم ما دیدیم که استقلال هم بازی کرده میتونه بله. اینکه از 90 دقیقه استقلال 75 دقیقه توپ با توپ بود بله خب واقعا هم بازی خیلی خوب گذشت و از کارگردان خواهش میکنیم که با روی خط دورندگان سوپر جام یک بار دیگر ما را آشنا کنند تا سال 2022 و بیایید میبینیم در سال 2010 استقلال غلبه کرده بود با حساب 2-3 سال 2011 هم با غلبه هم جمع بست شد و سال 2012 استقلال با ریگارتاداس غلبه با دست آورد و سال 2013 روشن کلوب ما اشتباه کردیم بالاتر که ریگارتاداس گفتیم و روشن کلوب اونجا غلبه کرده است این مرتبه دویم بار می شود از مخلصان هم عذر می پرسیم که کمی اشتباه کردیم خب بعدا سال 2014 استقلال بر روشن با حساب کلانی 5-1 غلبه کرده بود خب استقلال سال 2015 باز بر خیر که اونجا توحید مومنوف سرمربی دسته بود غلبه کرد و سال 2016 اونها بر خوجند و سال 2017 از تیم حاصلات مغلوب شد با حساب 2-1 زمانی که محمد جان حبیب الله سرمربی حاصلات بود و بعدا سال 2018 استقلال حاصلات رو با حساب 3-2 شکست داد بعدا بر تیم خوجند سال 2019 با حساب 3-0 غلبه کردن سال 2020 باشد خوجند رو با حساب 2-1 مغلوب نمودن و سال 2021 بر روشن کلوب پیروزی به دست آوردن و سال 2022 باشد بر تیم خوجند با حساب 1-0 غلبه کرد و اینک بازی سال 2023 با پیروزی دسته روشن جمع بست شد امینه باید خرگلی بینید که مخلصان استقلال رو افتاده نشوند بینید که کماند استقلال چقدر دورانده است یعنی که گفتن ممکن است که در همین جام هم قهرمان است کماند حقیقتا کماند استقلال ما کماند آوازدار است و امروز روشن مثال گیریم نمونه شده است که منم میتونم مثال گیریم که چی
بازیدی کمانده بهترینی مو مبارزه بریم و غلبه حتی به دست بیاریم. این خوب است. از این بازی ها و از این جام ما بتونیم گفته که با چمپیونات ما خوب میگذرم. ما بتونیم گفته که دو دسته ما که داریم استقلال فکر میگنم که ایشالا استقلال خوبتر و بهتر میشد با جام آسیا و روشن هم ما را خرسان میکند. بله. انا ما را کم اگر زیق میکند و نفهموی در خوجند است. بله. یعنی کمانده خوجند چی باید کرد؟ ترینری نوی که آمد از ازبکستان پورسول در کمانده استرفشان بود. میسوریم دسته از لیگای اولی میغلطد. برادرای عزیز روبروی دسته شما هم عبرت آموزید از استقلال و از روشن که کم اگر بیبودی برایش مخلصان فوتبال شما فکر نکنید که فقط شما در همون خوجند خودتونه. بله. مخلص های زیاد داره خوجند یا در تمام تاجیکستان. برای ما همه با دسته استقلال با دسته روشن و با دسته خوجند بردباریو میخواهیم. بله. میخواهیم که کماند خوب برگردن یعنی که بازی خوبتر کنن که مهلت خیلی کم مونده است. بله. هرچی زیادتر دسته ها در چمپیونات تاجیکستان پرقوت شوند سطح فوتبالی مو پیش میرود، سطح چمپیوناتی مو پیش میرود و سطح اصلا مهمش بازیگران بالا میشود. زمانی که چمپیوناتی مو پرقوت میشود برای سرمربی تیم ملی، برای سرمربی دسته جوانان نورسان انتخاب بازیگران بازم زیادتر میشود و فکر میکنم در یک جایگی باید سرجام شده همین کارو بهتر کنند تا دسته های ما از لحاظ مالیوی که بیشتر تنقیسی دارند و چنین تنقیسی ها نرسند. خوشبختانه امسال حالا چنین چیزها به نظر نمیرسد، هرچند بعضی چیزهای مایده شده در باشگاه ها هستند، ولی میترسم که موسم مرحله اول با انجام میرسد و مرحله دوم که شروع میشود دسته ها آغاز میکنند از مشکلات خود، از پرابلم هایی که به میان میاد. البته این سال های گذشته بود در تیم ها. ببینید از جانب دیگر زمانی که در خود چمپیونات ایتالیا هم 33 سال بعد وقتی که نیاپول از قهرمانی خود قید گرفت، این یک قسمتی تماما دیگری دولت اظهار تنتنه و اظهار پیروزی و خوشنودی را احساس کرد. وقتی که روشن این کلوب مثلا صاحب جایزه شد، علاقه یک تیمی نو جایزه دار شد، توجه به فوتبال دیگر می شود، عمومیت فوتبال را تاثیر مثبت می رساند و همچنین تلقین می کند که بازم در شهرهای دیگر هوسمند شوند به فوتبال، به پیروزی و پیروزی خود باور داشته باشند و صاحب جایزه شدن دسته دیگر، یعنی که به قول یک تنفس در گیگمون یک دسته، این به نفع رشد فوتبال در تمام منطقه است و البته که خوب است و دسته های دیگر هم تلاش میکنند و پیروزی خود باوری خود را به پیروزی های جایزوی بیشتر خواهند کرد و این چیز البته جلبت خوصه را ایجاد میکند. بله. و امروز باید ما یک چیز خواهد کنیم که بسیار خرسندوار است که بینید که ما کماند استقلال را حساب کردم، اما پسایی که میگیم، پریدچه هایی که میگیم، استقلال تا 20 کس، تا 15-16 از در قسم دویم توپا کنترل میکرد، حتی یک چند کمبیناسیون خوب هم بود. فقط ناامیدی کماند استقلال در همین بود که آخرون ضربه ای که نامش گلای همین ضربه درست نبود. بله. باز میگیم که یک نبود، یک چند مومنتو حالتی گلزنی حالتی گلزنی بود، لیکن که عملی کردن عملی کردن نشد، استفاره بردن نتونید. ما دیدیم یک پرتافتای خوب بود، خیلی افتاد پنجم هم شد زمانی که آمدانی کمالوف روان کرد، نفری نبود که اون رو، بسیار پرتافتی خوب از طرف کمالوف بود که میتونستن هجوم کننده یا که دفاعگرانی که به هجوم بدن. بله. برای کمکک در اینجا روسا فرد میگن، ما میگیم که آمد. بله. آمد امروز در طرف روشن بود. تشکر زیاد، سلامت باشید و یک صحبت بسیار صمیمی هم داشتیم اطراف سوپر جمعی مملکت. حتما در مورد بازی های دیگری که ما در این برنامه نگفته گذاشتیم روز 11 در برنامه نوبتی 90 دقیقه و مخصوصا اطراف بازی دسته خوجند و کلوب مرکزی ورزش گفته میگذاریم که اونجا روشن با استیلات بازی میکند و استقلال با دسته خطلان و بازی های چمپیونات اکنون ادامه خواهند کرد و فکر میکنم تمام مخلصان بازم توجهشون به چمپیونات تاجیکستان خیلی و خیلی زیادتر میشود. از شما برای شرکتتون در برنامه ایسوری سپاس میکنیم، به شما برور میخواهیم و بازی های بهترین رو منتظر هستیم در چمپیونات مملکت. رحمان بیننده عزیز، همین حالا برنامه مستقیم 90 دقیقه رو به انجام میرسونیم. تو نشوی دیگر صحتمند و پیروز باشید.